همراه هستیم با منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما هستن. آقای امیر، گمان زنی ها در خصوص کشته شدن ضیف ادامه داره، اما شیمبت کشته شدن سلامه رو تایید کرده که از نزدیکترین افراد به ضیف بوده. تحلیل شما چه هستش؟ بله، اول محمد ضیف این موضوع که آیا واقعا کشته شده یا جان سالم به در برده، آیا در اون محل بمباران شده بوده یا نبوده، این برای شباک، سازمان سرویس امنیت داخلی اسرائیل و امان، رکن اطلاعات ارتش اسرائیل و تمام نهادهای سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل اهمیت درجه یک داره و تا حدودی آبروشون منوط به این است که آیا واقعا ضیف بوده اونجا یا نبوده. ببینید، اسرائیل میگوید که ما اطلاعات دقیق داشتیم که این دو نفر در خیمه روی زمین، چیزی که بسیار نادر بوده در مورد محمد ضیف و یحیی سنوار و دیگران، مورد حمله قرار گرفتند. یکیشون کاملا کشته شده و جسدش تکه تکه شده. اگر خبر اسرائیل درسته، پس محمد ضیف کجا رفت؟ چه سرنوشتی داشته؟ این به این علت کنجکاوی بسیار شدیدی نشون داده میشه در اسرائیل که ببینن آیا این اطلاعاتی که از پیش داشتن درست بوده یا نبوده. حماس هم به این حساسیت اسرائیل آگاهی زیاد داره و باید یادآوری کرد که در اسرائیل میگویند که محمد ضیف جان گربه داره. این هشتمین بار بود که اسرائیل بهش سوء قصد میکنه و بی نتیجه میمونه، و این در حالی که بسیاری از سوء قصدهای پیشین از عباس موسوی رهبر حزب الله لبنان تا احمد یاسین بنیانگذار حماس و غیره، همیشه صالح العروری که در لبنان کشته شد و غیره، برای اسرائیل اهمیت زیاد داره. آقای امیر، کشته شدن یکی دیگه از فرماندهان ارشد حماس در این مقطع اصولا چه تأثیری بر روند جنگ خواهد داشت؟ بله، این پرسش بسیار خوبی است که مورد بحث در اسرائیل هست. ظاهرا جنگ رو تمام نمی‌کنه، ولی از نظر روانی و از نظر میدانی اهمیت بسیار داره. ببینید، حدود 13 نفر از فرماندهان ارشد حماس در غزه نابود شدن، یا در خود غزه کشته شدن یا در خارج از غزه. الان 3 نفر یا حداکثر 4 نفر از این مقامات ارشد زنده ماندند که یکیشون یحیی سنوار خودشه، شاید محمد ضیف باشه، و 2 تن از فرماندهان گردانهای حماس در مرکز و جنوب غزه. تئوری اسرائیلی ها، الان بحث و جدل در اسرائیل دقیقا سر این موضوع هستش. این یک تئوری هستش که ما هر اندازه که بتونیم فرماندهان ارشد رو ترور بکنیم، در واقع حماس رو فلج میکنیم یا کم کم فلج میکنیم. از سوی دیگر گفته می شود که بله، ولی تجربه نشون داده که اینا بلافاصله یه نفر دیگر رو به جاش میارن. شاید اون یه نفر دیگه شایسته تر بوده، مثلا عباس موسوی رو اسرائیل در لبنان کشت، به جاش حسن نصرالله آمد که 10 برابر باهوشتر و تاثیرگذارتر و موثرتر از عباس موسوی بوده. ولی تئوری ارتش اسرائیل این است که هر اندازه سرکردگان بیشتر کشته بشن، حتی اگر جنبه موقت داشته باشه، ولی یک مدتی طول میکشه تا فرد دیگری جانشینش بشه و بتونه همان توانایی ها، همان آشنایی ها و همان اطلاعات رو داشته باشه و بتونه عمل بکنه. اسرائیل با افتخار الان میگه که تونسته 80% از توان نظامی حماس رو متلاشی بکنه. آقای امیر، اما اسرائیل برای حمله به قصد کشتن این افراد فشار زیادی رو تحمل میکنه. اساساً چقدر مهم هست کشتن این افراد در این سطح فشار برای اسرائیل؟ بله، ببینید، در مورد محمد ضیف و آنچه که در جریان سوء قصد به جان اونها اتفاق افتاد، میگویند که 90 نفر
غیر نظامی کشته شدند و این در حالی است که ارتش اسرائیل میگوید که اینها در یک خیمه دور از جمعیت بودند، ولی بمب‌های بسیار پرقدرتی به کار برده شد. شاید به همین علت هم باشه که هنوز همه اجساد رو از زیر خاک بیرون نیاوردن. ببینید، اسرائیل همیشه با انتقادهای جهانی روبرو بوده که نمونه بارزش همین جریان 7 اکتبر که حماس آمد حمله کرد به اسرائیل و غیره و غیره، و از روزی که اسرائیل وارد عملیات دفاعی در غزه شد انتقادهای جهانی شروع شد که چرا زن و بچه رو میکشید. اسرائیل نرفته زن و بچه بکشه، بلکه این حماسه که خودش رو پشت سر زنها و بچه ها پنهان میکنه که از آسیب در امان بمانه. و به همین علت هم اسرائیل میگوید این برای ما اهمیت حیاتی داره، مرگ و زندگی ما وابسته به این جنگ هست. در هیچ جنگی دست گل تقدیم نمی کنن. در همه جنگ ها افراد غیر نظامی هم حتی به اشتباه ممکنه کشته بشن. همین الان اسرائیل تحقیقاتی رو در مورد ارتش خودش داره انجام میده که در جریان کیبوس بئری تانک‌های اسرائیلی به سوی خانه‌ای در داخل کیبوس بئری آتشباری کردن، به تصور اینکه اونها در اونجا تروریست‌ها پناه گرفتن، و این در حالی که پناه گیرندگان افراد اسرائیلی بودن. بنابراین کشته شدن افراد غیر نظامی یک امر عادی است، ولی اگر که الان شمار تلفات زیاده به علت این است که حماس خودش رو در بین جمعیت پنهان میکنه. شما یک ساختمان چند طبقه رو که میبینید، هر یک طبقه یا هر یک آپارتمان مسکونی یک آپارتمان انبار اسلحه و یا مرکز مقر نظامی و حملاتی حماس. به این جهت تعداد تلفات غیر نظامی ممکنه زیاد باشه. برای اسرائیل حفظ امنیت خودش و رسیدن به هدفهایی که در غزه تعیین کرده خیلی مهمتر از انتقادهای جهانی هست. بله، سپاس از شما منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم